درود میگم به همرزمان، سروران و دوستان عزیز، جناب دکتر کیانزاد، جناب دکتر بهرامیان، جناب پویا بهرامی. قرار بود که آقای ارجمند هم امروز با ما باشند، ولی من نمیدونم چرا نیومدن. هرچی هم تلفن میکنم جواب نمیدن. به هر صورت من درود میگم از همینجا خدمت هممیهنان عزیزمون در ایران و در هر کجا جهان، به ویژه هممیهنانی که در بند هستند، در زندان بزرگ ایران مجبور هستند این حکومت رو تحمل کنند و آماده میکنند خودشون رو برای یک براندازی بزرگ. عرض کنم خدمتتون که حکومت قتل و غارت و تخریب، این حکومتی که اسمشو گذاشته جمهوری اسلامی و رهبر بیشعور و کینه‌توزش ملا خامنه‌ای، همه جا پا رو باختند، از هر جهت بیچاره و درمانده و زبون. از عباراتی مانند راحل نهایی استفاده میکنند. این رهبر بیشعور در توییتر خودش و در سایت های خودش، در سایت های مجازی پوستری گذاشته که این رو در واقعیت نشان میده که میخواهند یک راه حل در واقع نهایی رو اجرا کنند. یعنی چی؟ یعنی همونی که فاشیستای آلمان، حزب نازی، در حدود در 4 سال 6 میلیون یهودی رو در واقع کشتن، به قتل رساندن، و این رو هم اینها میخوان اجرا کنند. البته این یه مقدار باعث خنده است. اینها که در واقع خودشون رو نمیتونن جمع جور کنن، چجوری میخوان این کار انجام بدن؟ اینها در سوریه مرتب تحت فشار هستن. یعنی سپاه قدس که در سوریه نزدیک به 30 میلیارد پول رو هزینه کرده، اینطور که میگن به اون بشار اسد داده، شاید هم بیشتر از این رو اونجا هزینه کردن، پایگاه ساختن و نیرو پیاده کردن. اونها رو اسرائیل مرتب بمباران میکنه، مرتب میزنه، مرتب اینها کشته دارن، صداشم در نمیارن، اجساد رو میارن و در صدخانه ها نگه میداری میکنن تا بعدا اینها رو به اسم شهید به خاک بسپارن. ولی نه شهید در سوریه، بلکه در شهید در جای دیگر. من در این زمینه از جناب دکتر کیانزاد خواهش میکنم که بیاناتشون رو در این مورد ابراز کنم. بفهمید جناب دکتر کیانزاد، میکروفون در اختیار شماست. بله، با درود بر سروران باشنده در این نشست، همچنین همیانان عزیزمون در درون و برون از میان عزیزمون ایران زمین. خب این سخنان جناب دکتر آواره گرامی، همطور که جناب عالی هم اشاره داشتید، خود هیتلر و دیگر سران حزب نازی هنگامی که در واقع شکست آلمان در برابر در واقع نیروهای آمریکایی و انگلیسی و دیگر فرانسوی نزدیک می شد، اومدن و گفتن که عرض شود که جناب پویا بهرامی کمک بکنن پروپاگاندیست نازی ها آمد. بله، گوبل آمد گفت به چند هزار نفری که در یک سالونی جمع شده بودند، گفت ولتیر دن توتالن کریک، آیا شما یک جنگ تمامیت ها رو میخواید؟ توتال یعنی خیلی ساده که با نابودی در آن هنگام، به خاطر اینکه دیگه نازی ها نمیتوانستن مقاومت بکنند و همه هم که در اونجا بودن، اون چند هزار نفر به هر حال توی اون شرایط گفتن بله.
اون نتیجه شم دیدیم چه شد. به نظر بیاد که جناب خامنه‌ای جنایتکار و خیلی ساده این دشمن ملت ایران و کشور ایران این متوجه شده، نه تنها جناب خامنه‌ای بلکه دیگر سردمداران جمهوری اسلامی که کم کم به پایان خط رسیدند و سخن از این یک چنین مزخرفاتی را در واقع تحویل مردم جهان میدهند. در این رابطه هم هست که در همین روزها به مناسبت روز قدس هم این خامنه ای سخن از در واقع از میان برداشتن اسرائیل سخن به میان آورده. همکنون من نگاه کردم و دیدم میگوید اسرائیل رو باید انتورسلت کرد، یعنی خیلی ساده باید ریشه‌هاشو زد. خب اینها در کنار یک دیگر که ما به عنوان به مانند یک موزاییک در واقع بذاریم دقیقا نشون داده میشه که پایان خط خودشون رسیدند. به همین دلیل هم هست که به مردم ایران، ملت ایران در واقع بایستی گفته شد در چه شرایط به اصطلاح سختی قرار گرفتن. این کنش های سپاه پاسداران و دیگر رهبران جمهوری اسلامی و به اصطلاح سرداران نشان میدهد که کشور ما رو دارن با یک به اصطلاح مصیبت بزرگ و یک ستیزگری دیگری روبرو میکنند که در واقع رو به نابودی بره. بنابراین بایستی گفته بشه باید به پا خواست، مردم ایران باید در برابر این جنایتکاران و دشمنان ایران که میگن وقتی که ما نباشیم پس دیگه ایران هم در واقع نباشه و ملت ایران هم نباشه، همین صحبتی است که خیلی ساده هیتلر کرده بود که میگفت ملتی که نتوانه پیروز بشه بهتره که این مردم خیلی ساده این ملت از میان برود. بنابراین ما باید به هوش باشیم، مردم ایران باید به هوش در واقع بیاین. خب در کنار یه چنین مسائلی هم میبینیم که شهردار خرمشهر آقای داوود دارابی در همین روزهای گذشته خیلی ساده در رابطه با روز قدس و پایان جنگ و در خرمشهر میاد به زبان عربی صحبت میکنه. خیلی ساده شما باید ببینید در کشور ایران در جایی که در واقع صدام جنایتکار یورش به سرزمین میهن ما در واقع آورد به زبان عربی در اونجا صحبت میکنه. خب ببینید اوضاع و احوال کشور در واقع به کجا کشیده و ما در چه شرایطی ملت ایران دارن زندگی میکنن. بنابراین شکی درش نیست. من فکر میکنم که اپوزیسیون راستین جمهوری اسلامی فرق نمیکنه در درون و برون مرز دیگه باید کم کم به هوش آمده باشند، به هوش بیایند و از دنباله این تفرقه و جدایی از یکدیگر رو کنار بگذارند. به هر روی من فکر میکنم در این میان اون شخصیت‌های سیاسی میهندوست و ایراندوست و ملیگرا یکدیگر رو شناختند و یکدیگر در واقع اعتماد درشون به وجود آمده. خب اینا یکدیگر رو یافتند، باید ببینن که اگر طرحی دارند، برنامه‌ای دارند، بیارن در واقع در بگوییم که اون گروه و یا سازمان و یا جنبش و حرکتی که دارای نیروهایی هست که این نیروها آماده برای پیشبرد اون طرحهایی است که بر ضد جمهوری اسلامی در واقع میباشه. من فکر میکنم این کار باید انجام بگیره. در سخن واپسین این که خب در این میان هم
باز یک کمیته دیگری در واقع به وجود آمده که برای پشتیبانی از عرض شود که زندانیان سیاسی که به حق باید ازشون پشتیبانی بشه و آزادیشون و همچنین زندانیان اون گروه 14 نفره که هنوز بسیاریشون در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برن. بنابراین من فکر می‌کنم که باید ما کوشش‌های خودمون رو در این روزها و هفته‌های آینده در راستای اتحاد و پیوند و همبستگی ملی هرچه بیشتر به کار بندیم و نیروهای خودمون رو در واقع روی هم بگذاریم. سپاس. من تمام. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاد، کاملا صحیح می‌فرمایید. ما در واقع باید این ضعف جمهوری اسلامی اشغالگر ایران رو الان ازش استفاده بکنیم. از اینکه آقای ترامپ هنوز سر کاره و 4 ماه دیگه هم بیشتر نیست باید استفاده بشه. تنها کسی که در واقع از ایران یا از ایرانیان حمایت کرده ترامپ بوده، وگرنه ما میدونیم که حزب دموکرات آمریکا طرفداری میکرد از جمهوری اسلامی و اون آقای اوباما میلیاردها در اختیار اونها گذاشت و باز هم اینا سعیشون در این است که لابی، در واقع لابی جمهوری اسلامی تونسته اونها رو باز متقاعد بکنه که اینها رو سعی خواهند کرد، کمک خواهند کرد که باز هم انتخاب بشن، سر کار بیان و باز هم حمایت کنن از جمهوری اسلامی. بنابراین ما باید از این فرصت استفاده کنیم. من نمیدونم آقای ترامپ 4 ماه دیگه دوباره انتخاب میشه یا نمیشه، ولی الان این فرصت 4 ماهه و ضعف شدید جمهوری اسلامی رو باید ازش استفاده کرد و باید این تلنگری که لازم است زده بشه. اینها الان خودشون رو در دنیا بی‌آبرو کردن. این خامنه دهنگشاد، مردم ستیز، رهبر قومی تبهکار اشغالگر، خودش از ترس ویروس کرونا رفته مثل موش توی سوراخ خواهیم شده، ولی از اونجا داره اسرائیل رو تهدید میکنه، از اونجا داره میگه که ما باید اسرائیل رو نابود کنیم. آخه شما چی دارید که میگید میخواید اسرائیل رو نابود بکنید؟ این در واقع تبهکار، این فردی که باید تحت محاکمه قرار بگیره و باید به سزای اعمالش برسه، هنوز درک نکرده که دنیا ازش عوض شده، ایران ازش عوض شده. اینها از نظر اقتصادی در بدترین وضعیت قرار دارن، از نظر اجتماعی همچنین، از نظر سیاسی همچنین بی آبرویی، ولی باز هم از رو نمیرن. من نمیدونم اینا چقدر وقیح هستن، چقدر بیشرم هستن. الان هم که دارن جزیره کیش و جزیره در واقع جزایر ایران رو دارن به روسیه و به چین دارن کرایه میدن، اجاره میدن، البته اسمش اجاره است. وقتی که یک جزیره ای رو، جزیره قشم رو برای 49 یا 50 سال به یک کشوری واگذار کنن، دیگه برگشت نداره، دیگه بر نمیگرده. یا اینکه کیش رو همچنین، من از جناب دکتر بهرامیان خواهش میکنم که در این رابطه بیاناتشون ایراد کنن. بفرمایید جناب دکتر بهرامیان. دوستان اولا درود بر همگی و تمام بینندگان عزیز شما. مطالب مختلفی رو عرض فرمودید، با عزتون من اینا رو دونه دونه بهش میپردازم. بعضی از دوستان شاید یادشون باشه در حدود 2 سال قبل، 2.5 سال یه بابایی رو که رابطه تنگ و تنگ داره با رژیم و معرف رژیم در امریکا، حمایت میکنه، لابیگری میکنه براشون و ضمناً با شرکت‌های نفتی امریکایی هم در رابطه است، این رو فرستادیم به ایران به این ترتیب که با خود شخص آقای خامنه‌ای صحبت کنه بهش بگن که اگر میخواید اسلام رو حفظ کنی بشینید در قم، مثل واتیکان و دولت رو تحویل ملیون بدی و مملکت داری رو از روحانیت به اصطلاح منتقل کنید به سیاسیون، به ملیون. و جوابشون فرموده بودن که فکر نکنید ما اینجوری دولت و ایران رو تحویل شما میدیم، اینجا رو تبدیل به سوریه میکنیم بعد میریم. این جواب ایشون بود. امروز هم شما میبینید تهدیدهایی که داره میکنه، حالا امروز ممکنه با اسرائیل باشه، پریروز با عربا بود، با عربستان بود، با کسان دیگه بود و و و غیره. اینا اولا مصرف داخلی داره، به اون عوامل و مزدورهای دوربر خودش میخواد
تشویقشون کنه که تو صحنه بمونن، ازش حمایت کنن. عرض کردم مسئله داخلی داره، ولی که همینجور که جناب آقار فرمودن بسیار کار خطرناکیه و اینها از اون طرف طلب به اصطلاح خواستار این هستن که یک رژیمی، یک کشوری، یک گروهی بهشون حمله کنه، یه حمله به وجود بیاد که در سایه اون مثل جریان ایران و عراق، جنگ ایران و عراق، بتونن به دوام خودشون ادامه بدن، تداوم ببخشن. خب از طرف دیگه شما فرمودید که دقیقا این مسائل توی روزنامه های ایران دیده شده، جزایر مختلف رو از قشم گرده تا کیش به چین، به روسیه، به هند، به این طرف اون طرف دارن به قول خودشون اجاره میدن. اولین کار ملت ایران برای حفظ بقای خودش اینه که باید اعلام کنه، گرچه در عمل نشون داده، ولی عملا باید قانوناً اعلام کنه که این رژیم نماینده ما نیست، رژیمی است غیر قانونی و ما این رو در اتحاد و هماهنگی و همگامی که جناب کیانزار فرمودن میبایستی به دنیا اعلام کنیم که این رژیم از نظر ملت ایران غیر قانونیه. لذا تمام قراردادهایی که اینها دارن میبندن مسئولش ملت ایران نخواهد بود. در فردای آزادی ایران این قراردادها رو ملت ایران محترم نخواهد شمرد، چه قشم باشه، چه کیش باشه، چه بحرین باشه، چه جاهای دیگه باشه. اینها جزء تمامیت ارضی کشوره. لذا غیر قانونی شمردن این رژیم اولین قدمی است که در همگامی نیروهای مخالف این رژیم میتونه انجام بشه. به هر صورت این اولین قدمون. دوم این که اینها طالب جنگ هستند. توجه داشته باشید جنگ ایران و عراق رو هم آقایون خودشون شروع کردن که بتونن ملت رو دنبال خودشون بکشن و به این بهانه سرکوبگری بیشتری انجام بدن. برای جلوگیری از جنگ که فاجعه آمیز خواهد بود، تنها راه اینه که رژیم رو ساقط کنیم، برداریم. تنها راه نجات کشور و حفظ بقای کشور در اینه که این رژیم مافیایی به اصطلاح اسلامی رو از ایران برکنیم. اینجاست که به اصطلاح مردم، ملت ایران به کمک ایرانیان خارج از کشور دست در دست یکدیگر در یک جبهه فراگیر واحد میبایستی شرکت کنن و با اعتصاب عمومی رژیم رو به زیر بکشن، نه با خشونت بلکه با فلج کردن رژیم میشه رژیم رو از رژیم گذر کرد. و تنها راه جلوگیری از جنگ، عرض کردم، نگفتن به رژیم، برکناری رژیم. چون تا مادامی که اینها سر کار هستن، نه تنها کشور رو غارت کردن و میکنن، نه تنها جزایر و قسمت‌های مختلف ایران رو تقسیم کردن و تجزیه خواهند کرد، بلکه در نابودی کشور کمر بستن. ببینید خیلی از اقوام ما هستن ناراضی از این رژیم. اقوام ما نه اینکه دنبال استقلال باشن، ولی چون با رژیم نمیتونن کار بکنن، ساز جدایی میزنن. ولی همشون از رهبرانشون وقتی باشون میشین صحبت میکنین، میگن تا زمانی که یک دولت ملی مردمی سر کار نیاد در ایران، ما طبیعتاً دلو میخواد جدا بشیم از این رژیم. نه اینکه بخوان از ایران جدا بشن، ولی از این رژیم میخوان پرهیز کنن، جدا بشن. لذا باز میبینید وظیفه ماست، وظیفه ملت ایرانه، جهت حفظ یک پارچگی کشور بیایم این همبستگی رو و این موزاییک رو حفظش کنیم، نه اینکه با روش‌های که آقای خامنه‌ای
به عنوان سردمدار این رژیم داره این مسائل رو مطرح میکنه. اینها رو عرض کردم، ولی نکته نهایی که میخواستم عرض کنم اینی که زیادم امید نبندید به آقای ترامپ و گروهش. ببینید اونهایی که یادشون هست در زمان کندی رئیس جمهور امریکا حمله شد به کوبا، به یا پیگز میگفتن. اون در زمان آیزنهاوری که ریپابلیکن بود تحریزی شده بود، در زمان کندی خواست پیاده بشه حمله کردن که موفق نشد. جنگ لیبی و بعد مصر و بعد دنبالش سوریه، درست همه اینا در زمان اوباما پیاده شد، ولی تحریزیش رو ما مدرک داریم، در زمان بوش انجام شده بود. لذا فرقی نمی کنه اینا کدوم میان سر کار، هدفهای اصلی همشون یکیه. یعنی چی؟ تا جایی که ما نفت و گاز داریم نیاز دارن یک عامل بذارن اونجا. این رو ملت ایران میدونه. ما ناراحتیمون بدبختیمون داشتن نفت و گازه. تمایلی که این دولت خارجی دارن اینی که یک دولتی رو اونجا بذارن که بتونن باش معامله کنن. لذا در ظرف 6 هفته گذشته، 7 هفته گذشته، اینها در یمن، معذرت میخوام، در عمان نشست‌هایی داشتن محرمانه و توافق کردن که ایران از سوریه بیاد بیرون. البته بهانه ایران اینه که ما پول نداریم و غیره، میخواد از سوریه بیاد، ولی در واقع نه. حمله های اسرائیل هم هست، ولی این همه با نقشه است، با برنامه ریزی شده قبلی است. قرار هست که ایران از سوریه و عراق و یمن بیاد بیرون به بهانه پول نداشتن، به جاش امریکا تحریما رو برداره. این معاملات پشت پرده است که دارن انجام میدن. فرمودی 4 ماه 5 ماه بیشتر نمونده به انتخابات ترامپ. ترامپ در این دوران نمیخواد جنگ را بندازه، چون میدونه اگه جنگی را بندازه بازنده خواهد بود. ولی ایران میطلبه کسی بهش حمله بکنه که برپا بمونه. باز برمیگردیم به این نکته، آگاهی دادن به ملت ایران که با دانش کافی بتونه قد علم کنه، به پا بخیزه و رژیم رو برداره، میتونه جلوگیری کنه از این نقشه های غیر مردمی و مخرب. چون معامله کردن اینها و توافق های پشت پرده به نفع ملت ایران نیست. چرا؟ تداوم رژیم رو نتیجه میشه. ما با تداوم رژیم رو نمیخوایم به هیچ عنوان یا به هیچ قیمت. لذا باز برمیگردیم به این نکته که بر نکته حساس اینی که ایرانیان خارج از کشور در درجه اول دست به دست هم بدن، هم صدایی داشته باشن، همگامی داشته باشن، با یک صدای واحد به دنیا اعلام کنند که این رژیم غیر قانونی است و کمک کنند به هسته های زیر خاکستری که در ایران هست که اونها رو بتونیم سازمان بدیم و در یک پارچگی بتونن یک اعتصاب وسیع فلج کننده رو در ایران انجام بدن. و ضمناً هم که عرض کردم غیر قانونی بودن رژیم رو به دنیا اعلام کنیم. عرض دیگه ندارم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهرامیان. ما اعلام کردیم به دنیا که این رژیم غیر قانونیه. خود رژیم هم با کارهایی که الان میکنه، مخصوصا الان جریان اسرائیل، نشون میده که غیر قانونیه، نشون میده که این جنگ طلبه، نشون میده که داره میخواد کاری رو بکنه که آلمان نازی کرده. بنابراین ببینید، ما در واقع از این فرصتی که آقای ترامپ برای ما درست کرده باید استفاده کنیم. ما به ترامپ علاقه نداریم، با ترامپ را نمیخوایم، ولی ترامپ کاری کرده که این رژیم به زانو در اومده، کمر رژیم رو شکسته. یعنی رژیم دیگه نمیتونه نفت بفروشه، صادراتش رو به صفر رسیده، وضعیت اقتصادیش به صفر رسیده، یعنی آماده است برای اینکه بیفته، متلاشی بشه. از این فرصت ما باید استفاده کنیم، ملت ایران همچنین در داخل ایران. درسته ما از بیرون نمیتونیم این رو
هیچ کشوری هم نمیتونه، هیچ دولتی هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو برکنار کنه. ملت ایران هستن که باید بر علیه این رژیم برپا برخیزن، بلند شن و این رژیم رو با اون خیزش میلیونی میلیون میلیون بیرون بیان و این رژیم رو بیرون کنن، این رژیم رو ساقط کنن. ما هم باید پشتیبانی کنیم، ما وظیفه داریم که کنار همدیگه بایستیم، کنار همدیگه باشیم و از ملت ایران، از داخل ایران حمایت کنیم و اونها در واقع مدیریت کنیم. یعنی ما داریم کسانی که میتونن کمک بکنن مدیریت کنن این خیزشی که اینها خواهند کرد. بنابراین ببینید، ما باید از این فرصت استفاده کنیم، ما نباید این فرصت رو الان از دست بدیم، چون معلوم نیست اگر دموکرات‌ها سر کار بیان چه خواهد شد و چه میکنن. باز هم همون آش و همون کاسه خواهد بود، همون برنامه که آقای اوباما ترتیب داد. بنابراین من امیدوارم که جناب ترامپ باز هم ببره. اگر هم با جمهوری اسلامی کنار بیاد، گفته که باید جمهوری اسلامی روشش رو عوض کنه، باید اون 12-13 اصلی رو که آمریکا براش گذاشته بپذیره و در اون تمام اون چرا که ما میخواییم وجود داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی اون اصول رو بپذیره، یعنی خودش رو در حقیقت نابود کرده، خودش رو براندازی کرده. به هر صورت ببینید، الان این مشکل بزرگی که در ایران هست، این حکومت هایی که تا به حال بودن، سال هاست که این دولت های نالایق جمهوری اسلامی اشغالگرای ایران برای کسری بودجهشون سعی کردن که قیمت دلار رو بالا ببرن، مرتب بالا بردن که درآمدهاشون بالا بره، بتونن کسری ها رو بدن. حالا چی شده؟ ببینید وضع مردم ایران به کجا رسیده و چه جوری شده. الان دلار نزدیک 20,000 تومان، صحبت 25,000 تومان میشه، یک دلار 25,000 تومان. یعنی واقعا پول ایران تبدیل میشه مثل پول ونزوئلا، که مثل پهن میمونه، یعنی میریزن تو خیابون کسی اصلا کاری نمیشه. بنابراین این حکومت کثیف در ایران بنزین رو چند برابر کرده، ولی که الان 5 تا کشتی بنزین داره میفرسته برای ونزوئلا، داره کمک میکنه به یک سیستم دیکتاتوری بدتر از خودش که اون رو نگهداری بکنه. واقعا دیگه از این ببینید مشروعیت از کجا میاد؟ مشروعیت این نظام در تمام دنیا از دست رفته، مگر اینکه حالا فرض کنید که روسیه یا ونزوئلا یا چین یه مقدار چون از بغلش دارن میخورن، چون باج میگیرن، چون به نفعشون هست، از این رژیم حمایت کنن. که اونجا فکر میکنم اونها هم دیگر این حمایت رو ندارن، میدونن این رژیم آینده نداره، این رژیم خواهد افتاد. من از جناب بهرامیان خواهش میکنم که ایشون میکروفون رو به دست بگیرن. از به جناب ارجمند هم درود میگم، ایشون تشریف آوردن با فکر میکنم تاخیر یک ساعته و جناب بهرامی شما بفرمایید، بعدم جناب ارجمند بفرمایید. سپاسگزارم، درود فراوان دارم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. بله، من اول از این به قولی پوستری که آقای خامنه ای، واقعا حیف واژه آقا، که در شبکه‌های اجتماعی خودش قرار داده که به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی بوده بپردازم و اینکه دقیقاً این پوستری که ایشون در این شبکه‌های اجتماعی قرار داده ناقض تمام ماده‌های 39 الی 51 منشور سازمان ملل هستش که این بخش از منشور سازمان ملل به فصل 7 که در واقع اقدام در مقابل تهدیدات ضمنی و عملی علیه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز شناخته میشه هستش و در واقع این اسرائیل رو که ما میدونیم یک کشور مذهبی هستش که دینش رسمیشون دین یهودی هستش رو تهدیدی قرار داده در موردشون به کار برده که همونطور که جناب دکتر کیانزاد اشاره کردن، آلمان نازی با استفاده از اون واژه و از اون تهدید بیش از 6 میلیون نفر از این انسانها رو به طرز فجیع از میان برد و کشتش و این یه زنگ خطر میتونه باشه برای دنیا. کما اینکه ما داریم هر هفته دیگه تقریبا داره به هر روز میرسه که زنگ خطرهای متفاوتی از ایران میشنویم. حتی به نظر من اون فاجعه کشتی کنارک، شناور کنارک هم یک زنگ خطر و یک هشدار جدی بود به تمام کشورهای منطقه که حتی این نیروی نظامی که مشغول گردنکشی هستش توی آبهای آزاد
تجاری خلیج فارس و تنگه هرمز توانایی تشخیص دادن کشتی لنگر انداختر غیر نظامی رو از یک کشتی نظامی تهاجمی نمیدونه و حتی قادر نیست اینا رو از هم تمیز بده و حتی اصول پایه‌ای جنگ رو هم بلد نیست که در ابتدای هشدار بده از بیسیم بخواد که کشتی خودش رو معرفی بکنه و به راحتی 49 جان رو در اینجا از بین میبرن و اصلا به روی خودشون هم نمیارن. و جالب اینه بدون اینکه حتی کسی خودش رو مسئول بدونه، که بدون اینکه کسی حتی این احترام رو برای مردم، برای خانواده‌های داغدار قائل بشه که حتی ضمناً یک پوزش بخواد یا عذرخواهی بکنه، از این موضوع رد میشن و شروع میکنن به شاخوشونه کشیدن، اونم دست جمعی که اولیشون سید علی گشتاپو هستش که واقعا من لذت بردم، معاون امور خارجه وزیر آمریکا در توییتر خودش از این واژه سید علی گشتاپو استفاده کرده به عنوان هشتگ که واقعا برازنده این انسان هستش، این موجود هستش. و در اون طرف هم میبینیم که آقای رضایی که به نظر من خودش یکی از بزرگترین جنایتکاران جنگی ایران هستش، با اون عملیات های کربلایی که انجام داد و با اون قتل عامی که از نیروهای خودی کرد، که سپاه تحت فرماندهی ایشون به قول یکی از فرمانده هاشون 3 ماه تمام یک تیپ سپاه داشته با تیپ خراسان، با تیپ سپاه پاسداران خراسان توی خاک ایران می جنگیده. اینا 3 ماه داشتن با هم می جنگیدن و خبر نداشتن که این سپاه گرگان و اون سپاه خراسانه، بنا به گفته یکی از خود فرماندهان سپاه که اتفاقا در تلویزیون رسمی ایران هم منتشر شد. ولی این موضوع ایشون البته بگم آقای رضایی هم گفته که ما تو جنگ گفتیم که راه قدس از کربلا میگذره، حالا کربلا رو گرفتیم دیگه چیزی نمونده، یه خود اونورترش قدسه که اونم آزاد میکنیم، در حالی که امروز سال روز آزادسازی خرمشهر، خرمشهری که انسانهای ایرانی، ببینید بدون سوای مذهب، سوای گرایش سیاسی، انسانهای ایرانی جان خودشون رو برای پس گرفتن این شهر در طبق اخلاص گذاشتن. انسانهایی که ما همیشه داریم در پروپاگاندای جمهوری اسلامی میشنویم شهید و شهیدم مسلمونه، خیر، یهودی ها، ارمنی ها، آسوری ها، زرتشتی ها، انسان ها و گروه های قومیتی مختلفی در بین کسانی هستن که جان خودشونو در این جنگ فدای خاک ایران کردن و واقعا اینها دوش و دوش همدیگه برای این خاک جنگیدن. و این آقا اومده دقیقا توی سالروز آزادسازی خرمشهر یه همچین توییتی رو در توییتر ول کرده، به قول معروف پرتاب کرده، در حالی که هنوز مردم خرمشهر زخم‌های عمیق جنگ روی بدنه و پیکره شهرشونه و هنوز این شهر بعد از 30 سال که جنگ به پایان رسیده، بیش از 30 سال که جنگ به پایان رسیده، هنوز این مردم توی شرایط نسبی و مناسب که واقعا لایق یک ایرانی باشه قرار ندارن. اما در مورد ترامپ من فقط یه نکته کوچیکی رو به بینندگان و شنوندگان عزیزمون یادآوری کنم و پس از اون صحبتامو تمام بکنم، اینه که ما پس از خیزش آبان 98 با یک سکوت فاجعه آمیز از طرف کشورهای اروپایی و اغلب کشورهای دنیا مواجه بودیم و اصلا به روی خودشون نیاوردن که یک همچین جنایتی در ایران رخ داده، ولی اولین کشوری که شروع کرد به تحریم کردن در پس از اینکه این فاجعه در ایران رخ داد آمریکا بود، که کماکان آمریکا داره این رویه رو ادامه میده. و خب همونطور که همه عزیزان هم شنیدن توی کمتر از 3 روز پیش یک سری از سران جمهوری اسلامی، فرماندهان نیرو انتظامی، یک فرمانده سپاه و علاوه زندان قرچک ورامین که ما خودمون خوب میدونیم چه فاجعه های اونجا رخ داده و همینطور زندان فشافویه رو در لیست تحریم های خودش قرار داد، ولی حافظه من تا اونجایی که به یاد دارم داره به من میگه که از بعد از آبان 98 به این ور فقط تک و توک چند کشور اروپایی اقدام به محکوم کردن این فاجعه کردن و هیچ تحریمی
در مورد اتحادیه اروپا در مورد ایران به کار نبست و اینها نشانه هایی هستش که به نظر من ملت ایران خوب بفهمن که کی دوست با اونها و کی دشمن هستش. سپاسگزارم از فرصتی که من دادید جناب دکتر آبان. من میکروفون رو تقدیم میکنم. سپاس از شما جناب بهرامی. بله شما کاملا صحیح میفرمایید. دولت های اروپایی در واقع حمایت کردن از جمهوری اسلامی، سعی کردند که برجام رو نگهداری کنند و بر علیه امریکا بلند شدند. ولی امروز ما میدونیم که این ورق برگشته، الان دیگر برای همه اینا مسجل شده که اولا این حکومت دیگه پولی نداره که جنس بخره و از طرفی هم اعتبار بین المللی نداره، از طرفی با این مزخرفاتی که علی خامنه ای میگه که مثلا در کمال وقاحت در توییتش نوشته او از هر ملت و هر گروهی که در هر کجای دنیا علیه رژیم صهیونیستی به جنگه حمایت خواهد کرد. آخه تو خودتو شلوار تو نمیتونی بالا بکشی، چجوری میخوای حمایت کنی؟ و میگه هیچ ابایی هم از گفتن این حمایت، از بیان این حمایت نداره. در دیروز هم در روز جمعه به مناسبت روز خود کشور عربی رو تحت پرخاش قرار داده، گفته که همه اینها در حقیقت دیگر تسلیم شدن و حاضر نیستند که بر علیه اسرائیل بجنگن. بله خب اینا صلح میخوان، اینا در جنگ نمیخوان، اینا دنبال جنگ نیستن. بعد خود آلمان رو هم ازش به اعتراض گفته که آلمان کار بسیار نادرستی کرده که حزب الله رو در واقع ممنوع کرده. آقا بله حزب الله کی بود؟ حزب الله یک سیستم تروریستی است که در همه جای دنیا دست داشت، همه جا دست در حقیقت انگشت شما بود، کارهایی که شما نمیخواستید بکنید اونا انجام میدادن. کار به جای رسید که خود این آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتش نوشته که این کاری که اینا دارن میکنن، این حرفایی که این آقای خامنه ای میزنه، این که حرفایی که این افراد پخش میکنن تهدیدی بر علیه صلح جهانیه. ببینید این دیگه در واقع نشون میده که تا کجا اینها بی‌آبرو شدن و دولت های اروپایی هم دیگه به اینها اهمیتی نمیدن. دولت اروپایی هم دیگر طرف امریکا رو دارن میگیرن. بنابراین کار رژیم تمامه، فقط و فقط ملت ایران هستن که باید بر علیه رژیم بلند بشن. ما هستیم که باید حمایت کنیم از ملت رژیم، ما باید پشتیبانی بکنیم، ما باید کمک مالی و کمک فکری بکنیم، اندیشه بدیم، مدیریت بکنیم. کجاییم ما؟ کجا هستیم؟ هنوز کوچه اولی هستیم، هنوز پنج تا این ور اون ور گروه تشکیل میدن و میخوان ایران آزاد کنن. با چی میخواید ایران آزاد کنیم؟ با کدوم گروه؟ با چی؟ به کی میخواید کمک بکنیم؟ آخه اینکه نشد، باید کنار هم بیستیم، دست به دست هم بدیم و به دنیا بگیم ما یک انجمنی داریم که همه با هم هستیم بر علیه جمهوری اسلامی، ما آلترناتیو هستیم، ما بدیل هستیم، ما میخواهیم جمهوری اسلامی آزاد بشه و در اونجا دموکراسی و دموکراسی پارلمانی پیاده بشه. از جناب ارجمند خواهش میکنم که ایشون هم بیاناتشون ایراد کنن که این جلسه رو، این نشست رو یواش یواش به خاتمه ببریم. جناب ارجمند میکروفون در اختیار جناب است، بفرمایید. خدمتتون که عرض کنم، من هم مثل دوستان و هموندان گرامی و سروران بیشتر نظرم روی همین صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای هست که واقعا کشور ما رو هر چی بیشتر به سمت سوی نابودی میبره. یعنی اینکه من همین امروز یک به اصطلاح چیزی رو در فیسبوک گذاشتم، یک کلیپ خیلی کوتاه، و این کلیپ یه فیلم برداری بود در داخل اسرائیل و خیلی از این کسانی که حرف می زدن درباره ایران واقعا با عشق و صمیمیت با زبان پارسی از تل آویو و از بیت المقدس به قول اینا حرف از ایران می زدن. یعنی می گفتن یک جوری با نشاط، یک جوری با عشق و علاقه از ایران حرف می زدن و دوستی بین مردم اسرائیل و مردم ایران رو محترم میشمردن، ارزش براش قائل بودن. دقیقا خلاف اون چیزی که این حکومت مخصوصا رهبریش انجام میده و
ایشون در این صحبتایی که هر سال میکنه در ارتباط با مسئله فلسطین، بارها رهبران فلسطین گفتن اون دولتی که در فلسطین هست که جهان به رسمیت شناخته اون رو، محمود عباس مسئولش هست، بارها گفته آقا ما حمایت شما رو، مردم فلسطین حمایت شما رو نمیخوان، شما رو راحت بگذارین، بگذارین ما بتونیم با روش خودمون کشور خودمون رو، دموکراسی برای خودمون و آزادی کشور خودمون رو، میهن خودمون رو خودمون قرارداد داشته باشیم. به شما هیچ ربطی نداره، شما نه عربید که بگید خب با ما زبان مشترک داریم، و نه شما دموکرات هستین که چون ما پذیرفتیم قواعد سازمان ملل متحد رو، و نه شما در منطقه ما همسایه ما هستین که به خاطر اینکه همسایه ما هستین میگید که آقا، مثلا همون حرف چرندی که ترکیه میزنه، میگوید که خب اینا در کشور سوریه دارن مرزهای ما رو در خطر قرار میدن و در نتیجه ما باید وارد خاک سوریه بشیم. خب مرزم که با شما با اسرائیل نداریم، مرز شما چیست؟ مرز شما هیچ چی نیست جز این که شما یک، به قول شیرازی ها میگن، کاه کهنه رو به باد میدین. شما میخواهید که جنگ بین علی و عثمان را دوباره زنده کنید، یعنی که بایستی برید و این سرزمین ها رو بگیرید. این سرزمین ها سرزمین هایی بوده که در دست اسلامیون بوده و این اسلامیون در زمان علی ابن ابی طالب قرار بوده که نمیدونم حکومتش در شام باشه و در این مناطق باشه و از دست ابو سفیان بیاد بیرون، از دست معاویه بیاد بیرون، چه و چه و چه، همه تاریخی که اصلا سر سوزانی هم ارزش نداره. که یک قبیله خودشون پسر پسر عمو رو کشته، اون اونیکی رو کشته برای اینکه قدرت رو داشته باشن، و شما برای اون حاضر هستین کشور ایران رو از بین ببرید. الان مردم اسرائیل در این کلیپ عاشقانه با مردم ایران حرف میزنن، اینقدر تمجید از مردم میکنن، مردم عادی، یعنی دولت نیست، مردم عادی. خب شما وقتی که میخواید یک کشوری رو نابود بکنید به نام اسرائیل، آیا این صداها رو که در داخل اسرائیل هست که اینها یه چیزی نزدیک چند میلیونشون ایرانی تبار هستن، یعنی اینها رو هم میخواین به خاک یکسان کنین؟ یعنی برای شما ارزش انسان ها هیچه هست؟ خب شما معلومه که سر تا پای شما دروغ هست، سر تا پای شما فریب هست و سر تا پای شما ضد ایرانی بودنه، و در نتیجه مردم ایران و مردم اسرائیل تو این کلیپ نشون دادن، یعنی اونا با مردم ایران دارن حرف میزنن، بیچاره مردم ایران که نمیتونن این حرفا رو بزنن، ولی در داخل اسرائیل با مردم، با جوان، با پیر که میره صحبت میکنه، عاشقانه با مردم ایران حرف میزنن، میگن ما دوست داریم ایران رو، میگن ایران کشور زیبایی است، مردم خوبی، مردم مهربان، بارها میگن مردم مهربان. و شما دقیقاً خلافش رو به مردم دنیا دارین نشون میدین که ما خشم داریم، کینه داریم به مردم اسرائیل و میخوایم این کشور رو نابود کنیم. روی موشکتون فردایی که اوباما برای شما اون هواپیما رو کرد پر از پول و فرستاد، بعد از قراردادی که در سال 1915 شما بستین، 2015 که شما بستین قرارداد رو با آقای اوباما، وزیر خارجهاتون نوشت، درست فرداش سپاه پاسداران موشکی رو روش نوشت مرگ بر اسرائیل و رها کرد. یعنی تمام اون مذاکراتی که شما الان میخواین برگردین به مذاکرات ولی ترامپ راه نمیده، شما همون فردا نشان دادین به جهانیان که اینا قراردادهایی نیستش که شما بهش اعتراض بزنید، و در نتیجه شما جنگ میخواین، شما تمام عراق رو میخواین، تمام سوریه رو میخواین، تمام اسرائیل رو میخواین، تمام لبنان رو میخواین. برای چی؟ برای که خط شیعه رو پیش ببرید. و در نتیجه امروز مردم جهان در برابر شما ایستادن، تمام کشورهای دموکراتیک. ما هیچ توقعی از این کشور اروپایی نداریم، کشورهای اروپایی واقعا فقط به دنبال منافع اقتصادی خودشون هستن، یعنی کجا پول هست، کجا ما میتونیم شیار کنیم پول رو، و در نتیجه ما به اونا هیچ امیدی نداریم، به آمریکا هیچ امیدی نداریم، بلکه به خود ملت ایران اعتقاد داریم و هم میگیم انسان‌های دموکراتی که در این کشورها هستن، سازمان‌های بی‌طرف دموکراتی که در این کشورها هستن، سازمان امنیستی الان داریم که بین‌الملل هست، و
بخشی از سازمان ملل متحد هستن و سازمان‌های دیگر اینجای هستن که در اروپا هستن، احزابی در اروپا هستن که این احزاب طرفدار ملت ایران هستن، مردم ایران هستن. ممکنه دولت‌ها هزار غلط بکنن، ولی اینا این احزاب طرفدار مردم ایران هستن. انسان‌های روشنفکر آزادی‌خواه در اروپا بسیار زیادن، همونایی که رفتن حکومت رو از دست دیکتاتور اسپانیا خارج کردن، همونها که 100 سال پیش این کارو کردن الان هم حاضر هستن این کارو انجام بدن و در نتیجه ما روی اونها حساب میکنیم، نه دولت هاشون، چون دولت هاشون به دنبال منافع فقط اقتصادی خودشون هستن. در هر صورت من بیشتر از این وقت نمیگیرم، میدونم که وقت شما تمام شده، یعنی وقت ما، و در هر صورت پوزش میخوام از اینکه دیر به چیز رسیدم، ولی خب کلیپ رو حتما گوش میکنم، تماشا میکنم، ببینم که چه موضوعی جناب دکتر کیانزاد مطرح کردن، بخشای صحبت جناب دکتر بهرامیان رو شنیدم، شما رو همچنین، جناب بهرامی هم همچنین، ولیکن خب با آرزوی موفقیت و پیروزی برای مردم ایران و برای تمام کسانی که در راه آزادی ایران و دموکراسی و حقوق بشر مبارزه میکنن. سپاسگزارم. سپاس از شما جناب ارجمند گرامی، کاملا حق با شماست. ما به هیچ عنوان امیدی به کمک کشورهای خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی نداریم، نه، اما از این استفاده میکنیم که اینها حمایت نکنند از جمهوری اسلامی، از این جمهوری اسلامی اشغالگر ایران حمایت نشه، بلکه خودشون کنار بکشن، اجازه بدن ملت ایران برای این نظام بلند بشه و این نظام رو برکنار کنه، براندازی بکنه، و این کار هم خواهد کرد، به زودی این کار انجام خواهد شد و این نظام به هیچ عنوان قدرت این که مثل سابق سرکوب بکنه نداره، برای اینکه این بار میلیونی مردم به خیابان خواهند آمد و اینها قدرت کنترل میلیون ها رو ندارن و ما هم وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، ما هم باید کنار هم بایستیم، باید هم بسته بشیم، باید متحد بشیم و حمایت کنیم از ملت ایران در براندازی جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از دوستان و این شصت رو اینجا خاتمه میدیم و تا هفته آینده از شما دوستان و از هممیهنان گرامیمون، از بینندگان عزیزمون سپاسگزاری میکنیم و بدرود میگیم. بدرود و پاینده ایران.